نه علی که از خونه که نمیخواد بره یا بذاریم به شما شما رو بکنیم بیا من بودیم اجازه شما شما چی کاره هستی دارم دو بله باشید مرد اومد آبرو ریزی نکنی من شخصا راضی نیستم من اصرار بر این داشتم که من راضی نیستم واسه همین که دیگه اونم من برای چی بده جوری بدم اومدیم مثلا قراره که خونه رو معامله کنیم شاید هم که رفیق همه اینجا توی مغازه شبه تغییر دیکور اینا چی کارتون دیکوریسون داخلی ولی اومدیم اینجا گفتیم بخوام قلنامه کنیم چون که همسایه کی بود شایان میشه شایان میشه زنگ زدم گفتم بیا بابا میخوام اون چیز سلام بر پدر عزیز و دوست داشتنی چطوری آمدی؟ خوب هستی؟ سلام امجا بشینیم چه خبر؟ خوب هستی؟ سلامتی؟ چه خبرم؟ قربانی من صحبت کردم با آشاین عرضم به خدمتشم بهشم گفتم قضیه رو گفتم که بابا میاد ایشالا امضا میکنه و قضیه رو تمام میکنه اول تو اونجا نشستی سرت بد پا پدر یه پدر همیشه به فکر بسد دو بعد همین دیگه یه امضا رو بکنم همسایه شایی نشون بعد الان من به زنگ زدم زنگ گفتم نمیام دیگه به زنگ زدم داره میاد میگه که باهاش صحبت کن من بهت گفتم که این آدم فقط نگران و دو سوالش برای این اینه که شما یک امضایی بکنید بابت اینکه این اتفاق بیفته این کار به تو هم گفتم شما اینجا تو چرا داری این کارو میکنی اون دیگه ایراد نداره که نه ببین ایراد نداره الان مثلا فکر میکنه که این قضیه یه خیلی بابا ببین من با تو هم صحبت کردم گفتم علی من در رابطه با این مسئله مخالفم تمام شده را آقا مخالفت رو چیه؟ مخالفت رو چیه؟ چیشی بکنید به من دیم یعنی مخالفت رو چیه؟ مخالفت رو چیه؟ آقا اصلا خونه مجردی گرفتم من مخالفم حالا شایی نمیده این کار رو بکنه حالا من نمیدونم شما چجوری اومدی این مسئله رو داری عنوان میکنی که آقا بگیره برای چی این کار رو میکنه؟ برای چی؟ دلیلش چیه؟ نه علی که از خونه که نمیخواد بره که الان مثلا الان دیگه سنش نه سنش به سن میذاری الان تو این سن من اجازه دارم به عنوان یه جوان آقا باهم تنها زندگی بکنم دیگه بگی برو خونه بگی سلامتی تمام شد رو کاری نداره زن بگی آقا من که الان خارج از ایران هستن 18 سالی که الان همه فامیل های ما مستقل خارج از ایران قانون 18 سال به بعد خونه مجددی گرفتن خب باشه تو الان یه زحمت بکشی میخوام یه برگه بنویسی تو فقط توی برگه امضا بکن که من مهدی اسماعیلی رضایت دارم بنویسم این صاحبونی میگه آقا رضایت پدر دست فالوور ما هست بعد اصلا من از شاهین اصلا توقع نداشتم که بخواد این کارو بکنه لااقل اگر قرار بود این کارو بکنه میتونست به من یه زنگی بزنه بگه فلانی من دارم واسه علی مگه بچه‌ام من به تو زنگ بزنم مثلا حقی داره پسر نه من مخالفم پسر اصلا چی نکن الان مردی بابا داره میاد صابخونه اصلا مردی کیه با من بگو آقا مردی زنجه ما داره میاد الان این صابخونه کیه که آمده به یک مجرد بره خونه چه رابطی داره مگه میشناسه فالووره فالووره میشناسه نمیدونه از گره باشه فالووره باشه بدتر آقا فردا یه تقی به توقی بکنه میگه آقا فلانی فالوور هست شما آمد اینجا فلان مگه من میخوام اینجا بابا خلاف بکنم چه جا میدی تو اهل اون کارا نیستی پس برای چی اینقدر داری جمع میدی پدر من پس برای چی جمع میدی اصلا از لحاظ اخلاقی درست نیست چرا درست نیست مخصوصا الان که میگی چی میگم چی خب مگه من بچه‌ام مگه آقا فالوور هست بعد چرا رضایت من نمیکنه آقا به خاطر چی به خاطر اصولش دیگه اصولش اصول آقا برای مسئله جی دادن میگه که آقا پدر من به من گفت آقا پدر راضی منم راضی تو آقا یه موقع داستان من دیگه دلم خود چون من مجردی میخواد این برگه از تو امضا بکنه که تو 100% که بدونه که تو مخالف این کاری الان جناب علی اومدی رفتی این کارو کردی خونه مجردی گرفتی فردا پس فردا سالا هم پشت سرت نمیگه منم میخوام برم خونه مجردی بگیرم چیکار بکنم چی بهش بگم بتونه رضایت تو رو بگیری بره بگیری همین تمام شد رفت من به تو رضایت بدم که اون بخواد از من رضایت تو که در تو رضایتی میدازی چیزی مهم نمیدازی چرا از یه گیر چرا نیست اصلا از یه قرار نیست نه چون من خوشم نمیاد آقا چون تو خوشت نیاد دلیل نمیشه من کارو نکنم بده من گیر حالا میگی میمونه آقا من مثلا دارم الان غذا دارم میخورم تو میگی آقا من قرمه سبزی خوشم نمیاد میگم خب باشه درست من دارم میخورم نه من خوشم نمیاد تو هم نباید بخوری چه ربطی داره این بندش همینه حرفش یعنی چیزی که من اومدم بگم مثلا حالا دیگه نه مثلا امیدی الان شما بدید شما اگه رضایت هم ندی علی میتونه
بگیره. میتونه بگیره. با دور منو قلم بکشه. نه نه. شما احترام بذارین به شما. شما رو تو فیلم بیارم ولی بدون اجازه شما نمیتونست بگیره. اصلا جناب علی واسه چی اومدی وقتی واسه خونه مجردی گرفتی؟ آقا من اومدم به سوردم. ای بابا. دیدی ببین چیکار داری الان میگی بری؟ آره. من آدمی نیستم که بخوام بیام پای ولقد امضا بزنم تو من راضی هستم تو خونه مجرد اصلا نیاز نیست امضا بزنم دیگه حالا تو چی رو داری بگی؟ من دیگه جیر داری میگه حتما باید پدرش بدونه باید رضایت پدرش باشه ما یه جوری ردیف میگم اصلا نیاز نباشه الان شما چی رو داری نخ میدی؟ نه اینجا الان شما چی کاره هستی؟ بنام بگو ببخشید این واسطه نه واسطه هستی پسر این که مثلا میگی آقا الان داری بر میکنی میگی این آقا امضا چی نزم برای چی به زنگ زدی من بیام اگه من مهم نیستم مهم هستش که خود من این بند خدایی که بخواه شما خونه به شما اجاره بده اینه به اوکا آقا اینه بیا الان یه سوال دارم این الان بیا به زنی زده تو کجا هم بگیره ما الان یه سوال دارم این مرد اومد آبرو ریزی نکنه من نمیدم که آقا این معیارش چیه که مخواد به یک آدم مجرد خونه بده همین تمام شده الان تو به معیارش چی کار داری؟ آقا من میخوام کلیدی بگیرم برم تو خونه خودم تو خونه خودم زندگی کنم نه من آقا شب شد روز شد میشه تو هستم آقا ولی میخوام برم تو خونه خودم زندگی کنم آقا اصلا من 24 سالی میشه تو ولی میخوام خونه داشته باشم از خودم آقا تو خونه که الان هستی مشکل داری اصلا رابطه به مشکل نداره صبحانه آماده نهار آماده تو مگه تو خونه پدر خدا بیامرزت مشکل بشی نه من برای چی رفتی خونه گرفتی خونه نگرفتم ای نه تو خونه جدا نشدی نه ای تو جدا نشدی قرآن جدا نشدم به خدا جدا نشدم خیام ملت پس چیلی جدا شدی جدا ملت خب بعد ازدواج بلاخره آب به چی گفتم بعد ازدواج من تا قبل ازدواج درسته مثلا شب خونه نمی آمدم بعضی شبا می آمدم مثل جناب علی الان می دینا رفیق دیگه منم برسی منم می رم ولی این که دوره دوره شما فهم دیگه آمده این مجردی نه من خونه مجردی خب ازدواج خونه متعهلی مشکل تو حله نه اصلا آقا تو دلیلش چی هست آقا تو دنبال جدیدی برای بابا راحت باشم یه هر وقت کلیدم دستم باشه هر وقت خواستم برم تو خونه خودم هر وقت خواستم هر چی دوست دارم بخورم لباسم دوست دارم ریخته باشه رخت خوابم دوست دارم اونجا پهن باشه راحت باشم آقا ببخشید دست دوست دخترم دست دوست دخترم رو بگیرم بیارم اونجا شب دو برنامه دو رامی میخوام با بچه‌ها بگیریم هی نگم بابا تو کی میای خونه تو کی نمیای بابا بچه خونه است بابا جان خونه نیست کی شو کی کی چیزی بابا منم آدم من جوونم نفسم کم مردم تو دنبال خونه مجردی تو دنبال کسافت کاری اینا هستی الان هر چی دنبال خونه مجردی یعنی دنبال کسافت کاری نه ببین کسافت اینه معیار من اینه که بچه‌ای که الان با پدرش داره توی خونه کار میکنه درست نیست بابا بیاد خونه مجردی آقا چی میگی خود داری اونجا آقا من نهار است بعد میره تو فرض کن من فقط شب میرم گوش به چیه شب با تو خونه خودت میخوابی دیگه ای بابا علی اینجوری بخوای حساب بکنی که نمیشه که من بعد من شب میخوابم آقا تا صبح با تو فکر این باشم که الان پیش علی کی هست چیکار میکنه گازا رو بسن خدا نکنه خونه ارتباط پیش نیاد فلان نشه چهار تا همسایه نیاد این حرف بزنم فلان نشه بعد بابا جانا آره من نیدم شاهین جان تو لاغلی که به من زنگ میزدی به من زنگ میزدی میگفتی که آقای اسماعیلی دو دقیقه دو دقیقه باشه آقا بسید شما یه زنما داریم واسه بابا دوشه دقیقه که دو میام تو خدا آمونیزی نکنه جلو مردا آقا من کاری ندارم پسر من میام آقا ما داریم علی آمده واسه خونه مجردی ما بگیره ما دنبال خونه هستی واسه لاغل تو میامدی یه نگاه به من میداری الان اومدم اینجا میگی که خب اشکال نداره امضا نزنه ما یه نفر دیگه رو پیدا میکنیم خب یعنی چی یعنی داری بور میکنی اینو به سر دیگه نه این کار اصلا درست نیست این کار اصلا درست نیست نه یعنی دیگه سن نیست به من بالا میتونه ببین این اگه الان 50 سالش هم بشه باز بچه هست سلام رجبی باز بچه هست ارادت ما از مخلصم گل به سر دادم که آوردی که احوال شما سلام هستم خوبی اصلا خیر چرا رجبی بالا نه نه بخدا بفهمید بفهمید تو بیسه آقا رایی اسم چیه؟ آقا نیاوند آقا نیاوند گل آقا نیاوند تو بزمانی خدمت بشم خدمت رجبی جان داشتیم با پدر صحبت میکردیم قبل از اینکه شما تشریف بیارید گفتیم که شرایط بهشون توضیح دادیم گفتن که ایشون شرایط و حرفی که به من زدن گفتن که از پدر یک ریزنامه بنویسید کتبی به عنوان احترام که پدر راضی باشه چون خونه خونه مجردیه و چون فالوور ما مثلا منم برای از احترام وظیفه داشتم که امروز رو شما رو با هم اوکی کنم این صحبت انجام بشه که ما بریم سر خونه زندگی بودیم دست شما درد از علیقا بابت این خونه ما این مستجر داشتیم داخل ما خیلی ما وضعیت کرد و خب علیه های بزرگوار رو بزرگ بشه
اولادت رو خدمت خودش خانواده‌اش صاحب خونه است هستن اونجا صاحب خونه مستأجر نداریم حالا به هست احترامی که برای سن و سال شما قائلی ولی گفتم که پدر بزرگوار تشریف بیارن ما از چیزی چیزی بنویسی که باهون فردی باشه ما خیلی راحت باشیم بابا امضا بکنید لطف دارین دست درد نکنه ولی حقیقتش من فامیل شما رو ببرم آقای رجبی هستم آقای رجبی من راضی نیستم در رابطه با این که این بچه رو باید خونه مجرد بگیرم چرا آخه من چی بگیرم دلم نمیدونم حالا من نمیدونم معمولا چنین اینجوریه که شما هر جا میرم معمولا به آدم مجرد مخصوصا پسر خیلی بد خونه میدن یه زمانی شکلی بود دیگه اینجوری نیست حالا من کلا دارم میگم من راضی نیستم که ایشون بابا خونه مجرد بگیره تو میگی من بوده هر بار سفر دیگه ای بابا بگی شما الان این داری میگی فلانه شما چه سنم الان داری همش داری میگی خونه بگیره فلانه خونه میگیره مستقل میشه دیگه اون پس چی اونجا باشه اصلا ما میگیم شبا اونجا بازی میکنیم آفری میکنیم آفری فردا بازی میکنیم بعد چهار تا همسایه ها میان زنگ میزنن فلان میکنن آقا اینجا اینجوریه تو ما بعدان چهار تا جوون هستیم نه اما شما نه اسم ما ایشون این خونه رو آفریزی میشه که به حالا ایشون آقای رجلی بزر بار همش لطف دارم نخواد خونه بدن بار ولی شما نباید این کار بکنی آقا جان من شخصا راضی نیستم من اصرار بر این داشتم که من راضی نیستم حالا شما اینجوری هم که نمیشه که من شما با هم صحبت کردیم نه من شما درسته ببین از شما رو صحبت میرد کسیم بحثی نیست بحثی نیست که من اصرار داشتم که پدر بزرگا حتما باشن واسه همین چیز هست فرا پس فردا خونه جای داده بشه یه اتفاق بیفته البته وسط هر کنون ببخشید آقای رجبی یادتون میده که سه چهار ماه پیش یه کتونی هم بازم گرفته بودم اومده بودم تو شرایط از من کتونی هم گرفته بودم اجازه نداره گفتم که یکی از آشنای آشنایی بفهم این شما قبلا هم دیگه ملاقات کرده بودیگه تو این اتفاقی ماهایی که ملک داریم این اتفاقا برامون میفته بله ما قبل از این قبل مستجر قبلی بازی مستجر روشم یه خانوم مجردی بود یه سری اتفاقات توش افتاد اجازه بده بابا دارم صحبت میکنم واسه همین گفتم پدر بزرگوار تشریف بیاره حالا اگر اتفاقی تو این خونه میفته هم یک نفر داشته باشم بتونم باش تردساب بشم آقای رجبی هم هر یه شرط دارم هر چی از قبول هر چی از قبول هر چی از قبول گوش بکن من از شرط در بدم یه شرط بده پسرتون بشه من یه دونه کلید خونه شما رو بده به من اینجوری که نمیشه هر چیزی باید هر چیزی باید برای چی کلید بخوای از خود شرط نداری تو که واسه مشکل نداره که واسه چی کلید به من نمیدی من میگم خونه مجردی میگیرم مستقل بجام مثلا اینو من میگم برم دستشویی بگی برو دستشویی ولی در باز یا همون به در باز برو تو این باباش اومده تو مشکل داری آقا الان آقای اسماعیل دیگه از زمان خونه مگه نبود میشه متاسفم اصلا آقا تو چرا مشکل نداری چی میشه فردا داستان پیش میاد این آقا جوونه رفیق بوده 20 میاره خودش پنسیون داره شریف شما کلید میگیری مهمان میبری یه اتفاق میفته خدای نکنه فهم جواب بیمشم به این آقای رجبی آقای رجبی اما کلید که عمره من برای چی بده کلید بدم اصلا ربطی نداره این آقای حرفی حرفی زوره خیلی بود خیلی بزشته پیش بچه ها نمیخوام حرف بزنم من ببینم آقا من امضا میزنم کلید به من بده آقا اینجوری نمیشه که کلید به من بده آقا شایی جمال چی دوان الان چی شایی برای چی داری بحث میکنی بابا هر چی هر مگه شما مگه شما نگفتی که امضا زیاد مهم نیسته من بگم مهم نیسته من بکنم صحبت کردم من بابا من چیز نظر دارم من گفتم رو احترام الان این آقا پر بگی من بگم تو هم چنین کاری بکنم هر وقت راضی شدی که من کلید خونه رو بگیری به من بگیری کلید هم نمیدم خونم میگیرم بس بگیر آقای رجبی ببخشید داره حرف میزن بابا یه لحظه یه لحظه یه من نگو یه لحظه من نگو آقا قبول نمی کنم بگیم آقا تو